افسوسیان فصل ششم. ای اولاد، وظیفه هر مسیحی این است که از والدین خود اطاعت کند. اولین حکمی که با وعده همراه بود این است: پدر و مادر خود را احترام و عزت کن. و وعده آن این بود: تا کامیاب گردی و عمرت در زمین زیاد شود. و شما ای پدران، اولاد خود را خشمگین نسازید، بلکه آنان را با آموزش و پرورش مسیحی تربیت کنید. ای غلامان، طوری با احترام و علاقه و یک دلی تابی اربابان انسانی خود باشید که گویی از مسیح اطاعت می کنید. اطاعت شما فقط به خاطر این نباشد که تحت مراقبت هستید و یا می خواهید دیگران را خوشنود سازید، بلکه به عنوان غلامان مسیح اراده خدا را از جان و دل به جا آورید و خدمات خود را با علاقه و رغبت انجام دهید، مثل کسی که خداوند را خدمت می کند نه انسان را، زیرا می دانید که خداوند به هر کس، خواه غلام خواه آزاد، موافق کارهای نیکی که کرده است اجر می دهد. ای اربابان، شما نیز نسبت به غلامان خود همین طور رفتار کنید و از تهدید آنان دست بکشید و به یاد داشته باشید که در آسمان غلامان شما و خود شما یک ارباب دارید و او طرفداری نمی کند. دیگر این که در خداوند از قدرت بی اندازه او نیرو بگیرید، زره کامل را که خدا برای شما تهیه کرده است بپوشید تا بتوانید در مقابل حیله ها و نیرنگ های ابلیس استادگی نمایید، زیرا جنگ ما با انسان نیست، بلکه ما بر ضد فرمان روایان و اولیای امور و نیروهای حاکم بر این دنیای تاریک و نیروهای شیطانی در آسمان در جنگ هستیم. از این جهت شما باید زره کامل را که خدا تهیه کرده است بپوشید تا در آن روز شریر در برابر حمله های دشمن تا به مقاومت داشته باشید و تا پایان جنگ هم پایدار بمانید. پس پایداری کنید و کمربند حقیقت را به کمر ببندید و جوشن عدالت را بپوشید و نعلین آمادگی برای انتشار انجیل صلح و سلامتی را بپا کنید. علاوه بر اینها سپر ایمان را بگیرید تا به وسیله آن بتوانید تمام تیرهای آتشین شیطان را بی اثر بسازید و کلاه خود نجات را بر سر گذارید و شمشیر روح القدس یعنی کلام خدا را به دست گیرید. همه اینها را با دعا و مناجات انجام دهید. همیشه با هدایت روح القدس دعا کنید و پیوسته برای این منظور بیدار و پشت کار داشته باشید و برای همه ایمانداران دعا کنید. برای من نیز دعا کنید تا وقتی سخن میگویم قدرت بیان به من عطا گردد و بتوانم سر انجیل را با شجاعت واضح سازم، زیرا به خاطر همان انجیل است که من سفیر هستم، هرچند سفیر در زنجیر. دعا کنید که من آن را آنچنان که باید با شجاعت بیان کنم. تخیکس، برادر عزیز ما و خادم وفادار در خدمت خداوند، همه چیز را به شما خواهد گفت تا شما هم بدانید که احوال من چطور است و چی می کنم. او را به همین منظور پیش شما فرستادم تا از احوال ما با خبر شوید و دلهای شما را شاد گرداند. خدای پدر و عیسی مسیح خداوند به همه برادران سلامتی و محبت با ایمان عطا فرماید. فیض خدا با همه آنان باد که خداوند ما عیسی مسیح را با محبت بی پایان دوست دارند. آمین.